آرمان آزادی آرمانی جهانیه. فرقی نمی‌کنه که اهل کجا باشی و به چه زبانی صحبت کنی. آرمان آزادی همه آزادی خواهان رو به هم پیوند میده. مقاومت ایران هم سال هاست که بیوقفه برای این آرمان بالا بلند تلاش کرده و قیمت داده. همین هم هستش که آزادی خواهان از گوش و کنار دنیا به یاری این مقاومت شتافتن تا اونها هم در پیشبرد آرمان آزادی سهمی داشته باشن. سخنانان تظاهرات امروز بروکسل هم آزادی خواهانی بودند که سال هاست در کنار مردم ایران و همیشه و همه جا از حقوق مردم ایران دفاع کردند. قسمت هایی از سخنرانی های این شخصیت های شرکت کننده در تظاهرات امروز بروکسل رو با هم ببینیم و بشنویم. آقای استرون استیونسون، هماهنگ کننده کارزار تغییر برای ایران، در این تظاهرات گفت: ما با یک رژیم جنایتکار طرف هستیم. ملاها وزارت اطلاعات و امنیت خود را بسیج کردند تا همه مخالفان رژیم شیطانی خود را پیدا و نابود کنند. آنها هزاران دلار صرف کارزارهای دروغ پراکنی در آلبانی کردند. من اخیراً آنجا بودم و با برادران و خواهران شجاعمان دیدار کردم که در اشرف سه و به همراه خانم رجوی و دو عضو ارشد پارلمان اروپا بود. ما کتابی درباره دیدارمان نوشتیم که اکنون به چاپ رسیده است. ولی در داخل ایران موج عظیمی از سرکوب در جریان است. دشخیمان و شکنجگران اکنون در حال اضافه کاری هستند. نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان تبدیل به یک افتضاح بین‌المللی شده. آنها اکنون تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت در مقایسه با همه کشورهای دیگر جهان اعدام می کنند. آنها تلاش می کنند اختناق را بر مردم ایران حاکم کنند که از طریق ارعاب آنهاست. ولی مردم ایران دیگر نمی ترسند. آنها به خیابانها ریختند و بوی انقلاب به مشام می رسد. ما از مردم ایران که به خیابانها ریختند حمایت می کنیم. خیابانهای همه شهرها و شهرستانهای ایران. و اکنون بیش از یک سال شده و آنها ده ها هزار نفر هستند. ما امروز این پیام را به آنها می دهیم که ما شانه به شانه این مردم شجاع ایستاده ایم. آنها از سوی کانونهای شجاع سازمان مجاهدین مورد حمایت قرار می گیرند. کانونهایی که همه شهرها و شهرستانها در سراسر ایران فعال هستند. و ما شانه به شانه آنها ایستاده ایم، زیرا هدف من برقراری آزادی، برقراری دموکراسی، برقراری عدالت و از بین بردن این رژیم مستبد مذهبی است. Terror cells as places to plan assassinations. We should. The number of executions. دکتر آلخو ویدال کوادراس، معاون پیشین پارلمان اروپا، هم در این تظاهرات اینطور گفت: در ایران تعداد اعدام‌ها به رغم اعتراضات بین‌المللی بسیار بالاست. پشت سر ما ساختمان سرویس اقدام خارجی اروپا است. امیدوارم بشنوند. چون 20 سال است که گوششان در شنیدن حقایقی که به آنها گفته ایم ناشنوا بوده. از این فرصت استفاده می کنم و به اعضای قهرمان مقاومت ایران در اشرف سه در آلمانی درود می فرستم. افراد اشرف یک و بعد در اشرف دو و حال در اشرف سه مایه انگیزش برای همه ما هستند. الگوی ما هستند. مبارزه و فداکاری آنها برای یک ایران آزاد به زندگی همه ما از جمله من معنای جدید داده است. خانم فرانسیس شیپمنز، نماینده پارلمان بلژیک، هم در سخنان پرشور خودشون در تظاهرات امروز بلژیک اینطور گفتند: امروز روز مهمی برای ما در حمایت از شما و رهبر گرانقدرتان مریم رجوی است. طی چندین اجلاسی که ما در پارلمان بلژیک داشته ایم، توجه خودمان را نسبت به دموکراسی و آزادی و به خصوص حقوق زنان در ایران نشان داده و بیان کرده ایم. من خیلی خوشحالم که میبینم زنان نقش مهمی در جنبش شما دارند. این رمز موفقیت شماست. موضوع حقوق بشر همواره یکی از اولویت‌های ما در پارلمان بلژیک بوده است. من منتظر روزی هستم که به همراه شما ایران آزاد را ببینم.
Un commandant des gardes de la révolution islamique a déclaré que dans une seule province, il avait mis sur pied 2000 équipes chargées de surveiller les femmes et de leur donner des avertissements. C'est juste là un petit exemple. پروفسور اریک داوید، کارشناس حقوق بین‌الملل در بروکسل، هم در سخنان خودش اینطور گفت: امروز با دیدن شما و این همه نظم و انضباط و سازماندهی چشمگیر بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. این نشان می‌دهد که روزی که شما در ایران به قدرت برسید، به شایستگی همین ارزش‌ها را جاری و ساری می‌کنید و به حق واقعی خود رسیده اید. امروز من آمدم که حرفم را به شما بگویم. حرف من چیست؟ وقتی از زاویه قانون صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که ده‌ها هزار تن از شما از سال 1981 تا کنون کشته شده‌اند، آن هم به دلایل سیاسی و یا اعتقادات مذهبی، باید گفت چرا؟ چون خیلی از کسانی که به جرم هواداری از سازمان شما اعدام شدند، از اقشار مختلف بودند. وقتی از چنین ترورها و اعدام‌هایی صحبت می‌کنیم، موضوع نسل‌کشی است. چون می‌بینیم افراد به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی خود کشته شدند و این طبق کنوانسیون 1948 نسل‌کشی محسوب می‌شود. ما در مورد جنایت علیه بشریت حرف می‌زنیم، چیزی که هر کشوری باید رژیم ایران را به خاطر آن مورد حسابرسی قرار دهد و عاملان این جنایت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. Je continue à croire, peut-être naïvement, qu'un jour. خانم اینگرید بتانکور هم خطاب به شرکت کنندگان در تظاهرات بروکسل اینطور گفت: امروز روز بزرگی است. از دیدن این همه جوان ایرانی در بین شما بسیار خوشحالم. خبرهای مربوط به خلیج فارس و خاورمیانه را شنیده اید. صحبت از تنش و رویارویی بین پاسداران است که تلاش می‌کنند کشتی‌های نفتکش را مورد تهاجم قرار دهند. آنچه که خطرناک است، رویارویی با رژیم ایران نیست. خطرناک این است که در برابرش نایستیم. مردان و زنان بیگناه در ایران کشته می‌شوند چون به خود جرأت دادند که در برابر مرتجعان بایستند. من در برابر ساختمان اتحادیه اروپا می‌گویم که خطرناک این است که عدالت ما جرأت نداشته باشد در برابر کسانی که پشت توطئه تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد پاریس بودند بایستند. خطرناک این است که بترسیم از حقوق و آزادی‌هایمان دفاع کنیم. وظیفه ما و مسئولیت ماست که به ارگان‌های اروپایی فراخوان بدهیم ما می‌خواهیم یک سیاست قاطع برای پایان بخشیدن به رژیم حاکم بر ایران در پیش گرفته شود. Nous pouvons nous exprimer librement et nous pouvons soutenir la résistance iranienne. Sans être exécuté par la résistance et dans l'espoir. C'est un jour de célébration, mais c'est aussi un jour de gratitude. De gratitude ici en Belgique, parce que c'est les forces de l'ordre belges qui ont permis de déjouer l'attentat terroriste du 23 juin. De l'année dernière, dans lequel le fanatisme et l'expansionnisme des mollahs. C'est ça. اونایی که دستی در آتش کارزار بزرگ مقاومت دارن با تمام وجود حس میکنن که خلق صحنه‌هایی مثل صحنه‌های تظاهرات امروز چه کار دشواریه. اشرف نشان‌ها همه موانع رو کنار زدن، همه مشکلات رو هموار کردن و با روحی سرشار و جنگنده دور هم جمع شدن و جلوه باشکوهی از خاص مردم ایران برای سرنگونی رو در معرض دید جهانیان قرار دادن. قسمت‌هایی از تظاهرات امروز بروکسل رو با هم ببینیم.